بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران. حضرت روز بخیر. بینندگان عزیز و ارجمند، دعوت می‌کنم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه بفرمایید. رگبار باران همچنان در بیشتر شهرهای خراسان رضوی و بخشهایی از خراسان شمالی ادامه دارد. بارش باران از دو روز گذشته تا کنون به جاری شدن روان آب در معابر و سیلاب در مسیلها و رودخانه های فصلی این دو استان منجر شده است. خانه و زمین های کشاورزی برخی روستاهای تربت حیدریه و کلات در خراسان رضوی و همچنین تعدادی از روستاهای بجنورد، بام و صفی‌آباد، اسفراین، سملغان و فاروج در خراسان شمالی بر اثر روان آب و سیلاب خسارت دیدند. به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، با تلاش 59 گروه عملیاتی هلال احمر، آب گرفتگی 200 خانه در خراسان رضوی برطرف شده است. از صبح امروز برخی نواحی استانهای کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، همدان، البرز، سمنان و همچنین مناطقی از فارس، کرمان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در برخی اوقات با رعد و برق، رگبار باران و بارش‌های پراکنده مواجه بودند. عرض سلام و احترام دارم حضور شما هموطنان گرامی. با ادامه فعالیت سامانه بارسا برای ساعت‌های آینده در بخش‌های شمالی، شمال شرق، مناطقی از شرق و بخش‌های جنوبی کشورمون بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. به سبب شدت فعالیت این سامانه در مناطق شمالی، هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بخش‌های مرکزی و شرقی استان فارس صادر شده. احتمال روان آب، طغیان رودخانه های فصلی و سیلاب های نقطه ای و محلی در این مناطق همچنان وجود داره. تقاضا داریم که اطلاع رسانی انجام بشه، اقدامات لازم هم در نظر گرفته بشه. با شدت کمتری برای استان بوشهر، مناطقی از استان های سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان گاهی بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو برای این مناطق هم پیش بینی می کنیم. برای دامنه‌های البرز هم در استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان گاهی بارش باران به همراه رعد و برق پیش بینی میشه. در روز شنبه همچنان هشدار نارنجی هواشناسی برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی اعتبار داره. نشست پیگیری‌های ویژه رئیس جمهور در استان مازندران برگزار شد. در این نشست با حضور آقای رئیسی، تعدادی از طرح‌های بر زمین مانده استان به صورت موردی پیگیری و برای رفع موانع آنها تصمیم گیری شد. اولین موضوع ویژه، حمایت از افزایش تولید برنج داخلی. رئیس جمهور در این جلسه بعد از شنیدن نقطه نظرات جمع، وزارت جهاد کشاورزی را مأمور کرد تا میزان دقیق تولید و نیاز داخلی را مشخص کند تا از هر گونه واردات بیشتر از مصرف نیاز داخلی جلوگیری شود. دقیقاً تلاشمون بر اینه که نیاز واقعی رو وارد کنیم که سر به سر بشه، که قیمت یه موقع دچار مشکل نشه. مطالبات لازمش انجام شده. من آخرین نامه رو دیروز در واقع ارسال کردم. موضوع بعدی، موضوع مولدسازی پلاج‌های دولتی. ماجرا از این قرار است که یک سری از امکانات، ساختمان‌ها و اراضی دولتی بعضاً بلا استفاده ماندند، که با دستور رئیس جمهور قرار شد این ساختمان‌ها و اراضی در قالب مولدسازی واگذار و در بخش تولید و آبادانی شهر استفاده شود. اصل این کار که این بره تو وادی مولدسازی رو حتما قبول دارم. اصل این که این اموال رها شده، ازش استفاده نمیشه یا عادلانه استفاده نمیشه، این حتما این اتفاق داره میفته. من معتقدم اولین که شما شاخص نمی کنید. ما دستگاه رو هم فاصله بگیم، یعنی هر کدوم با هم فرق میکنه وضعیتشون. اولا مستند به قوانین روشن کنید، ثانیا مستند به نیازهای کشور. اگر این کار بشه، من معتقدم با اصل مولدسازی بسیار اینا رو میشه آورد حلش کرد. اونه که نیاز نداریم ما بتونیم واگذار بکنیم، پولش رو برای تولید ازش استفاده. در ادامه این جلسه، مسائل بنادر نوشهر، امیرآباد و بندر صیادی کیلکا از جمله کمبود زیرساخت‌های انرژی و کمبود زیرساخت‌های مورد نیاز حمل و نقل در این بنادر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اولا اسکله و زیرساخت رورو بندر امیرآباد که همه پیشرفت فیزیکی خوبی داره، انشالله در اسرع وقت تکمیل میشه. برای لایروبی و افزایش ظرفیت بنادر تصمیم گرفتن که هم سازمان بنادر و مجموعه سازمان برنامه کمک کنن، انشالله سریع‌ترین کار اجرایی عملیاتی بشه. در حاشیه موضوع بنادر، بحث رسوب کالا در بنادر هم مطرح شد. آقای رئیسی دستور داد
از ورود هر گونه کالایی به بنادر بدون ثبت سفارش جلوگیری و در صورت تکرار با مدیران خاطی شدیداً برخورد کنند. تأکید می بود که جناب عالی روشن کنید، به دستگاه ها هم اعلام بکنید، دستگاه ها موظف باشن که عمل کنید. به هیچ عنوان کالای تو بندر تحت هیچ شرایطی نمونه مربوطه به هر دستگاهی و هر کجا هستش. رئیس گمرک هم گزارش داد که چه کرده است و چه میخواهد بکنه که در سریع ترین زمان ممکن کالاها ترخیص شوند. اولا اینکه همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که در پاسخگویی به زمان استعلامات گمرکی حداکثر تسریع رو داشته باشن، چون ما از اون متوسط 17 18 روز در سنوات ماضی به با 50% کاهش به متوسط حدود 10 روز رسیدیم، ولی باید برسیم به 3 روز در زمان پاسخگویی به استعلامات که این توسط جناب رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت. موضوع بعدی طرح گردشگری در تالاب میانکاله. آقای رئیس جمهور گفته بودن که مطالعات بکنید نقاط در واقع حساس زیستگاه مشخص بشه. محیط زیستی ها میگفتن این تالاب آماده است برای سرمایه گذاران و این رو هم میگفتن که میراث فرنگی با جدیت بیشتری باید پای کار بیاید. ما منتظر مطالعات سازمان محیط زیست بودیم که بله مطالعات انجام شده، انشالله آقای حشمتیان ابلاغ بکنن. 25.9402 ما ابلاغ کردیم. استانداری آقای دکتر نوری بررسی کنن کار کجا بود که 5 ماه این قضیه به تاخیر افتاده، الان بعد از 5 ماه میگیم ما آمادگی داریم کار بکنیم. با دسته که آقای رئیس جمهور دادن قطعا آقای واحدی هم کمک میکنن که انشالله کلید میخوره از فردا، سرعت رو بیشتر میکنیم، فراخوان رو خواهیم داد که انشالله زودتر سرمایه گذاران کارشون رو شروع کنن. ممنون، متشکرم. این جلسات از جلسات ثابت آقای رئیسی رئیس جمهور در سفرهای استانی هستش که با هدف حل مسئله برگزار میشه. یوسف سلامی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مازندران. رئیس جمهور در دومین روز از سفر مازندران به نوشهر در غرب این استان رفت. توزیع عادلانه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، ساخت فرودگاه و توسعه بندر نوشهر از محورهای سخنان آقای رئیسی در جمع مردم نوشهر بود. دست گل محمدی احمد دیما خشبی بوید. رئیس جمهور در روز دوم سفر خود به شهر بندری نوشهر رفت، شهری که استقبال پرشور مردم حکایت از خونگرمی و مهمون نوازیشون داره. آقای رئیس جمهور به خطه سرسبز مازندران خوش بیموید. سروس هستش که منتظر هستیم. از کجا تشریف آوردن؟ شهرستان عباس‌آباد. چی میخوای از آقای رئیس جمهور؟ عدالت، فساد ستیزی. غرب مازندران بیشتر جووناشون بیشتر به حمایت ریاست جمهوری. رئیس جمهور در جمع مردم در مصلی امام خمینی نوشهر با اشاره به زیرساخت‌های مناسب بندری و فرودگاهی در این شهر گفت: در دور سفر نخست برای راه‌های مواصلاتی منطقه اعتبار تزریق کردیم و در این سفر هم اعتبارات خوبی در این حوزه در نظر گرفتیم. برنامه‌ریزی شده در این سفر هم 4000 میلیارد تومان برای جاده‌های مواصلاتی شهر روستا کار بشه که این هم در دستور کار هست. آقای رئیسی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دریامحور اقدامات مناسبی در این دولت انجام گرفته افسود، این اقدامات کافی نیست و باید سهم خود را از درآمد 3-4% دریا به چندین برابر ارتقا دهیم. بسیاری از دنیا ارتباطشون با ساحل خیلی کمتر از ماست، اما بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملیشون از دریاست. اما ما خوشبینانه با همه این ارتباطی که با دریا داریم، یا 3700 کیلومتر یا به عبارتی دیگه همه این جزایر هم حساب کنیم میگیم 5000 کیلومتر در سراسر کشور، اما درآمد ما از دریا 3-4%، بعضی از کشورها تا 50%. این جزء دستور کار دولته. مردم عزیزم در این قضیه مشارکت کنم. آقای رئیس جمهور با بیان اینکه مازندران دارای ظرفیت‌های فراوان گردشگری است تصریح کرد توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات از اصول اساسی دولت ماست. وی همچنین بر توجه ویژه دولت بر بکارگیری جوانان در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. رئیس جمهور بعد از دیدار مردمی از بندر نوشهر، یکی از قدیمی‌ترین بنادر اقتصادی و تجاری ایران و سومین بندر پرتردد شمال کشور بازدید کرد. رئیس جمهور همچنین دیشب در نشست شورای اداری بر ضرورت تسهیل در روند صدور مجوزها، کنترل زنجیره تولید تا مصرف برنج و مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت عزل در انتظار مدیران ناکارآمد خواهد بود.
اون دفعه اومدیم اینجا رفتیم این دستگاه زباله سوز دیدیم. نمیدونم در نوشهر هم رفتیم ولی در ساری من یادمه که رفتیم دیدیم. اونجا من با مسئولین مربوطه صحبت کردم. آقای دکتر نوری زمان تعیین کنید، اگر تا اون زمان اینها کار رو سامان ندن حتما خلعیت کنید. منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور هم در این نشست گفت عملکرد مدیران پیش و حین سفرهای استانی ارزیابی می شود و طبق این ارزیابی ها برکناری 10 مدیر ناکار آمد استان پیشنهاد شد. حضور رئیس جمهور در جمع خانواده های شهدای مدافع حرم در پارک موزه دفاع مقدس برنامه ای بود که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آن را تدارک دید. از شما ممنونم جناب آقای رئیس جمهور بابت نگاه تحول‌خواه و تحول‌آفرینی که در دولت وجود آورد. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش میگوید امکان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی تا ساعتی دیگر فراهم میشود. دانش آموزان به سامانه my.medu.ir مراجعه کنند. برای اطلاع از جزئیات این خبر گفتگو میکنم با رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش آقای زارعی. خوش آمدید. بفهمید چرا در روزهای اخیر دانش آموزان نتونستن کارت دریافت بکنن و برای دریافت کارت الان باید چه کار بکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه بینندگان محترم. اولا این نکته رو عرض کنم که دریافت کارت ورود جلسه تا یک ساعت قبل از آزمون برای همه دانش آموزان فراهمه، یعنی این زمان محدودی نیست که ایجاد نگرانی میکنه برای دانش آموزان عزیز و همه شرکت کنندگان، لذا تا ساعتی قبل از آزمون هم میتونن کارت ورود جلسه رو دریافت کنن. یعنی امکان جدیداً اینجوری شده؟ بله. نه از قبل هم همینطوری بوده. بله. یعنی کارت ورود جلسه نباید مانعی برای حضور دانش آموزان باشه. تدابیری هم اندیشیده شده. سال گذشته هم به همین شکل بود. یعنی اگر دانش آموزی به هر دلیل اینترنت منطقهشون قطع شد، سیستمشون مشکل پیدا کرد، نتونستن کارت ورود جلسه دریافت کنن، برای اونها تمهیداتی اندیشیده شده که از طریق مدرسه خودشون مراجعه به سنجش مناطقشون بتونن کارت رو دریافت کنن. چون کارت تنها اطلاعی که به دانش آموزان میده مکان و حوزه است، یعنی کار دیگه این کارت انجام نمیده. احراز هویت رو ما میتونیم از طریق کارت‌های شناسایی اکسار هم انجام بدیم. لذا این دو تا کاری که کارت شناسایی کارت ورود به جلسه انجام میده، یکی احراز هویت و یکی مکان حوزه است که مکان حوزه از طریق مدرسه هم قطعا به دانش آموزان عزیز اطلاع رسانی میشه و یعنی نهایت امر اینه که با تدابیری که اندیشیده شده هیچ دانش آموزی از حضور در محل حوزه محروم نمیشه، حتی اگر امکان اینو نداشته باشه کارت رو دریافت کنه به هر دلیلی که برای دانش آموزان یا همه شرکت کنندگان مشکلی ایجاد بشه. یکی از نکات این بود که ما به سامانه ایجاد سابقه و ترمیم نمره ثبت نام عزیزان رو تا امروز هم سامانه رو باز گذاشتیم و این امکان برایشون فراهم بود که افرادی که به هر دلیلی مراجعه کرده بودن ثبت نامشون تکمیل نشده بود بتونن ثبت نام رو کامل انجام بدن و این زمانهایی که داده شد باعث شده که ما تکمیل حوزه بندی هامون به این زمان موکول بشه و لذا جای هیچ نگرانی برای همه عزیزان شرکت کننده، چه دانش آموزان که تکلیف روشنه، یعنی مدارسشون میتونن اطلاع رسانی ها رو هم بهشون انجام بدن، مکان حوزه رو به اطلاعشون برسونن، سایر شرکت کنندگان عزیز هم برای دریافت کارت هیچ نگران نباشن، این مراجعات مکررشون کنار بگذارن و اگر مراجعه کردن کارت رو تونستن دریافت کنن که خیلی این امکان برشون فراهم شده، اگر نه در زمان باقی مانده تا زمان شروع آزمون امکان رو برشون باز میگذاریم و امکان برشون فراهمه. لذا توصیه بنده به همه شرکت کنندگان عزیز اینه که الان تنها دغدغه‌شون درس خوندن باشه. بله. آمادگی برای شرکت در آزمون باشه انشالله. یعنی اگر کسی روز امتحان نهایی کارت ورود به جلسه نداشته باشه هم با یک کارت شناسایی عکسدار میتونن در جلسه در آزمون شرکت کنن، منتها خب مکان حوزه رو باید از مدارس خودشون باید بپرسن بله اگر نتونستن کارت. خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش. ممنون.
آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی برگزار شد. معاون آموزش و متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جذب 72 هزار معلم در سال 1403 گفت افراد جذب شده در سه بخش آموزگاری، دبیری و هنرآموزی و کیفیت بخشی شامل بخش مشاوره، حوزه سلامت و تربیت بدنی به کارگیری خواهند شد. در این آزمون 381,246 نفر شرکت کردند که چیزی معادل با 15.3% تعداد شرکت کننده به ازای هر سهمیه بود. خب این آزمون در 37 گروه شغلی برگزار میشه برای دبیری و هنرآموزی که 24 رشته شغلی اون در گروه شغلی هنرآموزی هست که جامعه بالغ بر 8000 نفر هنرآموز رو جذب خواهند کرد با هدف اینکه تأمین نیروی انسانی توسعه آموزش های فنی حرفه‌ای رو در بر داشته باشه و 13 گروه شغلی دبیری. هواپیماهای جنگی و توپخانه های رژیم صهیونیستی از بامداد امروز مناطق مختلف غزه به ویژه اردوگاه جبالیا در شمال را بارها بمباران کردند. صبح امروز منطقه فالوجا در اردوگاه جبالیا و اطراف بیمارستان کمال عدوان بارها هدف قرار گرفته. در این حملات دست کم 6 فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع محلی حملات به جبالیا را جنون‌آمیز توصیف و اعلام کردند. تعداد شهدا بسیار بیشتر از این آمار است و پیکرهای بیشتر شهدا زیر آوار ساختمان‌ها قرار دارند. بامداد امروز هم در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در اردوگاه نصیرات 4 فلسطینی شهید شدند. همچنین در حمله به میدان علوده در مرکز رفح 1 جوان فلسطینی شهید و 2 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده در حملات شبانه روز گذشته ی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه 37 نفر شهید و 56 نفر زخمی شدند. همزمان با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه گردانهای قسام اعلام کرد نظامیان این رژیم را در گذرگاه زمینی رفح با حملات موشکی و خمپاره‌ای هدف قرار داده. گردانهای قدس نیز اعلام کرد با خمپاره تجمع خودروها و نیروهای رژیم صهیونیستی را در شرق جبالیا مورد اصابت قرار داده است. گردانهای مقاومت همچنین 1 پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف غزه با چندین موشک هدف قرار دادند. نماینده ارشد حماس در مذاکرات آتش‌بس اعلام کرد دشمن صهیونیستی تاکنون با بمبارانهای خود باعث کشته شدن 70% اسرای خود شده و اگر به این کار ادامه دهد مابقی آنها را هم از دست خواهد داد. خلیل الحیه همچنین گفت مقاومت توانمندی های آسیب دیده خود را بازسازی کرده و آماده است برای مدت طولانی در برابر دشمن بجنگد. اردوگاه جبالیا و شهر غزه در چند روز گذشته صحنه نبردهای سنگین نیروهای مقاومت با نظامیان صهیونیست بوده. گردانهای مقاومت از کشته و زخمی شدن 10 نظامی اشغالگر خبر دادند و ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن بیش از 100 نظامی خود در این درگیری‌ها اذعان کرده. آمیت هالوی عضو کنست رژیم صهیونیستی در واکنش به این سطح از مقاومت در شمال نوار غزه گفته همه 24 گردان حماس هنوز در نوار غزه حضور دارند و حتی 1 گردان از آنها نابود نشده است. پیش از این نتانیاهو مدعی شده بود فقط 4 گردان حماس باقی مانده که در رفح حضور دارند و حمله به رفح را با این ادعا توجیه کرده بود. رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی هم اخیراً با انتقاد از نبود راهبرد این رژیم در جنگ علیه غزه گفته بود ارتش دچار دور باطل حملات به مناطق مختلف نوار غزه شده است. ارتش یمن 1 پهپاد آمریکایی را در استان معرب در شمال شرق یمن سرنگون کرد. برخی منابع غیر رسمی نوع این پهپاد را MQ-9 اعلام کردند. ارتش یمن حدود 20 روز پیش هم 1 پهپاد دیگر از این نوع را در آسمان استان سعده سرنگون کرده بود. MQ-9 یکی از گرانترین و پیشرفته ترین پهپادهای آمریکایی است که هزینه ساخت آن بالغ بر 32 میلیون دلار است. ارتش یمن در مجموع در 7 سال گذشته 8 فروند از این پهپاد را سرنگون کرده است. هواپیماهای جنگی و پهپادهای رژیم صهیونیستی به 2 منطقه در نزدیکی شهر سیدا در جنوب لبنان حمله کردند. با همکارم در مرز لبنان و فلسطین اشغالی گفتگو می‌کنم. آقای عظیم‌زاده سلام بر شما. بفرمایید حملات نظامیان صهیونیست چه تعداد شهید و زخمی داشته؟ از عملیات ضد صهیونیستی حزب الله هم توضیح بدید. خواهش می‌کنم.
آقای ظهوریان، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. جنگنده های رژیم صهیونیستی و همچنین پهپاد مسلح رژیم صهیونیستی صبح امروز در تجاوز به جنوب لبنان به منطقه‌ای در حدود 50 کیلومتری از بیروت پایتخت لبنان حمله کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی و پهپاد مسلح رژیم صهیونیستی با 4 موشک مناطقی در بین نجاریه و عدوسیه و زهرانی در جنوب شهر سیدا در جنوب لبنان رو هدف قرار دادن. در اولین حمله اونها پهپاد مسلح رژیم صهیونیستی با موشکی خودرویی رو که خودروی یکی از شهروندان لبنانی رو هدف قرار داد. در این حمله یک شهروند لبنانی به شهادت رسید، همچنین یک شهروند سوری مهاجر هم به شهادت رسید. 2 شهروند سوری مهاجر هم مصدوم شدن، مجروح شدن و به بیمارستان منتقل شدن. در حمله دیگه جنگنده های رژیم صهیونیستی با 3 موشک کارگاه سنگبری رو در جنوب شهر سیدا هدف قرار دادن و به اون حمله کردند. در این حمله هم 3 شهروند سوری مهاجر به شهادت رسیدن، 2 نفر هم از شهروندان سوری مهاجر که در اونجا کار میکردن به شدت مجروح شدن و به بیمارستان منتقل شدن. این دومین باری بود که از ابتدای نبرد در جبهه شمال سرزمین های اشغالی جنگنده و پهپاد مسلح نظامیان صهیونیست به منطقه در حدود 45 الی 50 کیلومتری از بیروت پایتخت لبنان حملاتی را انجام میدن. حزب الله لبنان هم صبح امروز با پهپادهای انتحاری خودش محل گردان 411 توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه جعتون در عمق حدوداً 8 کیلومتری شمال غربی سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. پهپادهای انتحاری حزب الله علاوه بر این یگان توپخانه، محل تجمع افسران و سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در همون منطقه جعتون که در چادرهای مستقر شده بودند رو هدف قرار دادن. حزب الله توی بیانیه‌اش تاکید کرد تعدادی از نظامیان صهیونیست در جریان عملیات تهاجمی حزب الله کشته و زخمی شدند. منابع محلی هم اعلام کردند که بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی، بالگردهای امدادیشون به منطقه جعتون رفتن. رسانه‌های رژیم صهیونیستی لحظاتی قبل بود که اعلام کردن 4 نظامی صهیونیست مجروح شدن که حال 2 تن از اونها وخیم گزارش شده. همچنین لحظاتی قبل هم جنگنده های رژیم صهیونیستی به 3 منطقه در جنوب غربی لبنان در محدوده نوار مرزی از جمله ایتا شعب حمله کردن. بله، ممنونم از توضیحاتتون آقای عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما در مرز لبنان و فلسطین اشغالی. نخستین محموله سلاح‌های تعلیق شده آمریکایی به فلسطین اشغالی رسید. گزارش کانال 11 تلویزیون رژیم صهیونیستی هاکی است، نخستین محموله سلاح‌های آمریکایی که دولت جو بایدن ادعا می‌کرد در اعتراض به اقدام ارتش رژیم صهیونیستی برای آغاز عملیات در رفح از ارسال آن به اسرائیل ممانعت کرده، به فلسطین اشغالی وارد شده است. یک بسته تسلیحاتی دیگر نیز شامل مهمات راهبردی تانک و توپخانه قرار است راهی تل آویو شود. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا برای ارسال سلاح بیشتر به رژیم صهیونیستی یک قانون جدید تصویب کرد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب این قانون ایجاد هر گونه محدودیتی در نوع تسلیحات ارسالی را ممنوع اعلام کردند. این قانون همزمان با تظاهرات گسترده در دانشگاه‌های آمریکا علیه حمایت واشنگتن از تل آویو به تصویب رسید. صدها هزار تن از مردم یمن در صعده در حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند. این راهپیمایی با شعار جهاد مقدس همراه با غزه هیچ خط قرمزی وجود ندارد برگزار شد. با وجود سرکوب تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا، کارکنان برخی از دانشگاه‌ها هم به دانشجویان پیوستند. آنها از دانشگاه‌ها می‌خواهند روابطشان را با شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی قطع کنند.
یک روز بعد از سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، تعداد دستگیر شدگان در این دانشگاه 50 نفر اعلام شد که شماری از آنان استادان و کارکنان دانشگاه هستند. اعتراض ما دانشجویان به ادامه نسل‌کشی در غزه است و اینکه دانشگاه ما مستقیم در این نسل‌کشی با اسرائیل همدست است. همه کلاس‌های حضوری این دانشگاه تعطیل شده و به صورت مجازی برگزار می‌شود. سرکوب گسترده تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا حالا با اعتراض گسترده کارکنان آموزشی این دانشگاه ایالتی روبرو شده است. کارکنان آموزشی دانشگاه کالیفرنیا که تعدادشان 48,000 نفر است و در 11 پردیس دانشگاهی سراسر ایالت کالیفرنیا کار میکنند، تصمیم گرفتند که در صورت موافقت نشدن با درخواستهایشان اعتصاب سراسری کنند. 48,000 کارمند دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تهدید کردند که اگر بازداشت شدگان آزاد نشوند، آزادی بیان برای حمایت از مردم فلسطین تضمین نشود و دانشگاه ارتباط مالی و همکاریش را با شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی قطع نکند، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد. در بحبوحه این اعتراض‌ها و سرکوب‌ها، برخورد دوگانه دانشگاه‌ها و پلیس با تجمع‌ها، یعنی سیاست سرکوب و خشونت در مقابل تجمع‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی و همزمان با آن نرمی و حمایت در قبال تجمع‌های طرفداران رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس یک بررسی جدید در آمریکا که روزنامه گاردین اون رو منتشر کرده، از 30 فروردین تا 15 اردیبهشت دست کم 553 تجمع و تظاهرات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های سراسر این کشور برگزار شده که در بیشتر از 70 مورد این تجمع‌ها با مداخله قهرآمیز و سرکوب پلیس روبرو شده. با این حال بر اساس همین بررسی، پلیس در هیچ یک از تجمع‌های دانشجویان حامی رژیم صهیونیستی مداخله‌ای نکرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. در ادامه واکنش‌های دانشگاهی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، دانشگاه گنت بلژیک اعلام کرد با 3 مرکز تحقیقاتی اسرائیلی روابط خود را قطع می‌کند. این تصمیم پس از اعتراض‌های دانشجویی و تحسن‌های دانشجویان این دانشگاه گرفته شد. این دانشگاه در تولید تسلیحات با رژیم صهیونیستی همکاری داشت و به سبب جنایات در جنگ غزه از این پس با این رژیم همکاری نمی‌کند. پیش از این هم در اروپا دانشگاه‌های بروکسل، اسلو، ترینیتی ایرلند، دانشکده معماری و بیش از 70 دانشگاه و دانشکده در اسپانیا روابط خود را با شرکت‌ها و مراکز علمی وابسته به رژیم صهیونیستی قطع کرده بودند. در آمریکا هم تاکنون چند دانشگاه در واشنگتن، مریلند، رودایلند و نیوجرسی روابط خود را پس از تظاهرات و تحسن‌های دانشجویی با شرکت‌های اسرائیلی قطع. در ادامه راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار، این جمعه نیز در چند استان کشور راهپیمایی ضد صهیونیستی برگزار شد. مردم استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند. خطیب نماز جمعه تهران با تشکر از اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها گفت مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید با جدیت اجرای این قانون را پیگیری کنند و یک اقدام درست و خردمندانه است. قانون مناسبی، جامع، تضمین‌های خوب درش هست، دقیق نوشته شده. مطالبه ما و خواسته همه ما اجرای جدی بدون مسامحه و تمیز و با کیفیت این قانونه. الان که من تشکر کردم از مجلس محترم به خاطر این قانون خوب، اجازه بدید یه گلم بکنم به خاطر این قانون تعطیلی شنبه. نفهمیدیم علت این مسئله، اونم تو یک چنین شرایطی وضعیتی چی هست.
نخستین مراسم دعای کمیل حج 1403 با حضور زائران ایرانی برگزار شد. این مراسم در محل استقرار زائران ایرانی در شهر مدینه برگزار شد. در حال حاضر شمار زائران ایرانی در مدینه نزدیک به 5000 نفر است و انتظار می رود طی روزهای آینده شمار زائران ایرانی در این شهر به 12000 نفر برسد. سفری آغاز شد. سفری که برای بسیاری از جنس تولدی دوباره است. احساسه یه بچه‌ای که تازه متولد شده از مادرش، مثل پرواز میکنم. برخی برای نخستین بار است که گام در این راه میگذارند. من اولین باره، خیلی نمیشه احساس رو گفت، واقعا نمیشه گفت، نمیتونم بگم. برخی اما در پی تکرار تجربه دلچسب اولین سفر هستند. خدا رو شکر مرتبه یه فکر میکنم چهارم پنجمه که مشرف میشم اگه خدا بخواد. هر دفعه ای هم که میریم با بار اول واقعا فرق نمی کنه. بیش از 2 میلیون زائر از جمله 87000 زائر ایرانی قرار است امسال مراسم حج را به جا آورند. زائرانی که البته نمی توانند در دعاهای خود مردم غزه و رنجی که بر آنها روا داشته می شود را نادیده بگیرند. نشستگانی کنار خانه خداوند برای این مقاومت دعا می کنند و همینجور که مقام معظم رهبری فرمودند امسال سال براءت است و مصداق اعلی بعجل براءت از صهیونیست ها و اشغالگران فلسطین خواهد بود. کاروان های زائران به تدریج وارد سرزمین وحی می شوند. شهر پیامبر اولین مقصد حدود نیمی از کاروان های اعزامی است. برای این دسته از زائران مسجد پیامبر با گنبد سبزش آغاز باشکوهی برای این سفر است. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، مدینه. فناوران دانشگاهی موفق شدند اتاق تمیز با قابلیت حمل و جابجایی آسان طراحی و تولید کنند. از این اتاقها برای تولید انواع دارو و محصولات پزشکی، مواد غذایی و ارائه خدمات درمانی استفاده می شود. اتاق تمیز فضای محافظت شده در برابر آلودگی است که برای تولید خدمات حساس در صنایع مختلف به کار گرفته می شود. یک شرکت دانش بنیان عضو در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس نوع خاصی از این اتاقها را طراحی و ساخته است. نکته خیلی حائز اهمیت که این محصول داره به خاطر ابعاد کوچک و در واقع امکان حملش هستش که ما در واقع کلین روم رو در قالب یک کانکس و یک در واقع مجموعه کوچک جمع‌آوری کردیم و تمام اون قابلیت‌هایی که در یک کلین روم میتونه قابل استفاده قرار بگیره و در واقع در این مجموعه قرار داریم. تراکم عددی ذرات در این اتاق‌ها برای مطابقت با شاخص و استانداردهای تعیین شده مورد سنجش قرار می‌گیرد. این اتاق‌های کلین روم پورتاب شامل سایزهای مختلفی هستش که در ابعاد 2.5 در 3 متر تا 3.5 تا 12 متر هم در بر می‌گیره. کلاس‌های تمیزی مختلفی هستش، ای تا بی، و امکان این رو داره که تجهیزاتی مثل دیزل جنراتور و آبساز و دیگر تجهیزات رو روش نصب کنیم. اتاق‌های تمیز قابل حمل کاربردهای بسیار متنوع دارند. اگر شما در یکی از مناطق بحث سیل یا حادثه طبیعی رخ بده، این محصول رو میتونید در واقع در اون ناحیه قرار بدین. انواع اقسام در واقع درمان‌ها رو در حوزه عمل‌های مختلف با حساسیت‌های بالا در اون در واقع فضا انجام بدین. یا اگر قرار هست روی فناوری روی بحث سلولی فعالیتی انجام بده، سلول بنیادی در واقع نمونه ساخته بشه، در این مجموعه میتونه در واقع تست ها و آزمایشش انجام بشه. به تمامی این موارد باید اضافه کرد در اتاق تمیز فشار، دما و رطوبت قابل کنترل و پایشه. مرکز تحقیقاتی بسیاری این محصول را خریداری کردند. این محصول رو توی حوزه‌های نانوفناوری، حوزه سلول بنیادی و بقیه مراکز مثل بیمارستانی و دارویی تولید کردیم و ارائه دادیم. تولید این محصول در داخل کشور کاملا مقرون به صرفه است. کلینوم پورتاب به خاطر بحث وارداتش از کشورهای اروپایی 1/10 قیمت و کشور چین 1/5 قیمت قابلیت رقابت داره. ما به خاطر همین محصول رو داخل تولید می‌کنیم و قابلیت صادر شدن به کشورهای همسایه داره. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. به گفته آقای مصطفی تخلف از این حکم قانونی ممکن است تخلف تعزیراتی نباشد، اما تخلف از قانون محسوب می‌شود. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی این را هم گفته که 75% از 42,000 گزارش ثبت شده در سامانه سودزنی فرار مالیاتی به تخلف پزشکان مربوط است. از ابتدای دی ماه سال 1402 استحضار دارید در قانون بودجه سال 1402 پزشکان تکلیف به استفاده از دستگاه کارتخوان داشتند و اگر این اتفاق انجام نمی‌شد و پزشکی از دستگاه کارتخوان برای دریافت حق و زحمه خودش استفاده نمی‌کرد، سازمان امور مالیاتی مکلف بود مراتب رو به مراجع مربوطشون اعلام بکنه که میشه سازمان نظام پزشکی، و سازمان نظام پزشکی بعد از پیگیری‌ها اگر تخلف اون عزیزان مرتفع نشده بود به مراجع قضایی اعلامشون بکن. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفته مالکانی که اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، خانه هایشان به عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند. شناسایی خانه های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان انجام می شود. خانه های خالی از سکنه. آمار رسمی از تعداد این خانه ها وجود ندارد، اما کارشناسان میگویند اگر به بازار مسکن عرضه شوند، بخشی از تقاضا در این بازار را پاسخ میدهد. بر اساس آمارهای غیر رسمی حدوداً 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که اگر دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این تعداد از واحدهای مسکونی خالی مجبور شوند تا واحدهای خالی خودشون رو به بازار مسکن عرضه کنند، آن وقت شاهد آن خواهیم بود که بخش اعظمی از منحنی تقاضا در این بازار پاسخ داده شده. شناسایی خانه‌های خالی از طریق اطلاعاتی است که در سامانه املاک و اسکان به ثبت رسیده است. برای اولین بار بیش از 120,000 خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده. سازمان مالیاتی برگ تشخیص های لازم برای خیلی از این واحدها برگ تشخیص ها رو خدمت شما عرض کنم صادر کرده. بر اساس قانون خانه های خالی در صورت عرضه نشدن به بازار مسکن هر سال با افزایش مالیات مواجه خواهند شد. اگر یک واحد مسکونی در سال اول خالی باشه، 6 برابر مالیات عادی همون واحد هست که اگر مشمول مالیات بشه اون واحد مالیات بهش تعلق میگیره. اگه سال بعدش هم دوباره خالی باشه ضرب داره 12 میشه. اگر سال سوم باشه که 18 برابر میشه. اما بر اساس قانون چه خانه‌هایی به عنوان خانه خالی مشمول مالیات میشود؟ همه واحدهای که با کاربری مسکونی هستن و بیش از 120 روز در سال خالی باشن، اینها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی میشن. و اگر یک ملک مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشود، در حکم خانه خالی خواهد بود. بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث حذف سوداگری و احتکار مسکن می‌شود. محمد مستوری، خبرگزاری صدا و سیما. مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی میگوید کمبودی برای تأمین نیاز بازار شکر وجود ندارد. به گفته آقای امراللهی نرخ‌های جدید شکر با در نظر گرفته شدن هزینه‌های تولید اعلام شده و کارخانجات موظفند این محصول را با قیمت‌های مصوب عرضه کنند. چند روز پیش بود که قیمت جدید شکر اعلام شد. قیمت شکر با توجه به اینکه ارزش از گروه کالایی 1 به 2 منتقل شد، 38500 تومان در به کارخونه باید تحویل بدن به سلا عمده فروشا. فله چه میشه در حال؟ فله باید مصرف کننده 42500 تومان در اکثر به سلا خرید کنه. انعکاس این تغییرات قیمتی اما در بازار این گونه است. شکر داریم؟ شکر نداریم. قیمتش گرونه، فعلا نمیاریم. چند میگم به تو؟ ما 47 46. میاری چند باید بفروشی؟ 1000 تومان بالاتر. 49 تومان. 49 تومان. آره. همین نمیاری؟ آره دیگه. بازار 42 تومان هم به ما میگه.
42 بیاری چند بفروشی؟ همون موندیم دیگه نمیاریم دیگه الان. خب اینجا هم شکرهای بسته‌بندی 900 گرمی هست که روش هیچ قیمتی درج نشده. وقتی قیمتی هنوز معلوم نیست بزنه چی بزنه این بنده خدا؟ چرا قیمت اعلام نشده؟ چون موجودی که توی بازار هست، بسته‌بندی که هست، به خاطر رفاه حال مردم فعلا گفتن چون شکر با عرض 28500 تومانی قدیم که اومده و رفته بسته‌بندی شده، تو شلف فروشگاهی قرار گرفته، فعلا با همون قیمت 34000 تومان به فروش میرسونن. بسته‌بندی ان شاءالله قیمت بسته‌بندی هم اعلام بشه. کیلو چند الان؟ البته بازار انگار منتظر قیمتی که قرار است اعلام شود نمانده. شکر دارید؟ بله. بفرمایید. چند تا؟ 58900 مسئولان جهادی کشاورزی میگویند این چالش ها با افزایش عرضه و نظارت به زودی حل می شود. الان تقریبا 3-4 کشتی شکر پهلوگیری کردن، کمبودی وجود نداره. از همین امروز هم در سراسر کشور این طرح رسمی گذاشتیم که تو کل زنجیره از تامین تولید تا توزیع نظارت ویژه‌ای داشته باشن که اگر جایی هم گیرگوری هست، کارخونجات دارن عدم عرضشون رو به صلاح اتفاق میفته، حتما این کار با همکاری دوستان ما در سراسر کشور سرعت بگیره و امیدوارم که انشالله تا یه هفته در روز آینده بازار شکر هم نسبت به همین قیمت گذاری که هست به ثبات قیمتی خودش برسه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا علیه السلام، جشن بزرگ امام رضایی ها امروز همزمان در تهران و 10 شهر بزرگ کشور برگزار می شود. مسیر این جشن در تهران از میدان هفت تیر تا میدان ولیعصر به مسافت 2 کیلومتر است. قرار است در این جشن 12000 خادم در قالب 400 موکب به شرکت کنندگان خدمات ارائه کنند. جشن امام رضایی ها از ساعت 4 بعد از ظهر آغاز و تا ساعت 10 شب با حضور مداحان برتر کشوری ادامه خواهد داشت. برگزاری پویش امید آفرینی با هدف جمع‌آوری کمک هزینه برای درمان کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص و آزادسازی زندانیان از دیگر برنامه‌های این مراسم است. مراسم گرامی داشت سالگرد بازگشت ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش با حضور مردم و فرماندهان نیروی دریایی و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد. این ناوگروه سال گذشته با سرفرماندهی ناوشکن دنا در مأموریتی 8 ماهه با مشارکت 350 دریانورد و طی مسافت 60000 کیلومتر زمین را دور زد. فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه این مراسم از مأموریت جدید اقیانوس پیمای ناوشکن دنا خبر داد. ناوشکن دنا بعد از اون چندین مأموریت افتخار آفرین انجام داده، در رزمایش‌های مرکب در کشورهای دیگه حضور پیدا کرده با افتخار و اقتدار. الحمدلله الان هم داره آماده میشه، انشالله به یک مأموریت جدید اعزام میشه. رزمایش‌هایی مثل روز نیروی دریایی روسیه، یک رزمایش در اندونزی، یک رزمایش در مدیترانه و یک رزمایش هم در اقیانوس آرام دعوت کردن. اما انشالله این رزمایش مرکب رزمایش بزرگ و بسیار ویژه‌ایه. کتاب حماسه خان خمینی در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد. این کتاب که خاطرات صادق آهنگران در ایام دفاع مقدس را روایت می‌کند، در انتشارات جمکران منتشر شده است. نمایشگاه کتاب امشب با 1 ساعت افزایش تا ساعت 21 تمدید شده است. فردا آخرین روز نمایشگاه است. صحنه‌های کانال جلوی چشمانم بود و خیلی اذیت می‌شدم که یک مرتبه آقای معلمی گفت حاج صادق این نوحه چطور است؟ بخوان سربندش را. ای از سفر برگشتگان، ای از سفر برگشتگان، خاطره که از زبان حاج صادق آهنگران شنیدیم یکی از خاطراتی است که باعث شده بود رژیم بعث به او لقب بلبل خمینی دهد.
رادی عراق گذاشت. اما این رزمندگان نوحه های او را حماسه هایی می دانستند برای دفاع. باید شود آزاد قدس از شنگ دشمنان. امام رسید رفت خمینی رهبر ایران. و حالا می توانیم درباره این حماسه در کتاب حماسه خان خمینی بخوانیم. اصلا باورم نمی شد من صادق آهنگران روزی بدون احمد و علیرضا و مجید و سایر شهدا در تهران جماران خدمت امام نوحه خوانی کنم و از آنها نام ببرم. کتابی در دست نسل جوان که از مجاهدت‌های نسل دفاع مقدس می‌گوید. دکتر بهداروند عین کلام خود آقای آهنگران را آورده. البته جای بسیاری از بحث‌ها در کتاب خالی است که می‌شود انشاءالله جلد دوم سوم به اونها بپردازند. کتابی در 18 فصل. نقطه شروعش از بودن پیش امامه که نقطه اوجه، بعد برمیگرده به دوران مبارزاتش که در سربازی و مهابات و اینها بوده و بعد وارد عملیات ها میشیم تا پایان قطعنامه 598 پایان کاره. در کتاب حماسه خان خمینی خاطرات حاج صادق آهنگران را از بیش از 10 عملیات در دفاع مقدس میخوانیم، ضمن اینکه یادداشت‌های راوی و دوستان وی نیز در آخر کتاب آمده است. ای شهیدان بخون غلطان خوزستان درود. کتاب حماسه خان خمینی رو میتونید از سامانه کتاب جمکران نقطه آی آر تهیه کنید. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از ورود 450 هزار گردشگر خارجی در فروردین امسال به ایران خبر داد. آقای شالبافیان گفت پارسال 6 میلیون و 380 هزار گردشگر خارجی به کشور ما آمده بودند. ورود گردشگران خارجی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 30% رشد داشته. از لندن تا تهران در مسیر استرالیا. تاریخ دوباره تکرار شد. بعد از 100 سال دو گردشگر از لندن تا استرالیا که مسیر 26 هزار کیلومتری رو که فقط 2500 کیلومترش از ایران رد میشه رو تکرار کردن. این اتومبیل با قدمت تولید 120 سال قبله و دقیقا شبیه همون اتومبیلیه که 100 سال پیش دو گردشگر دیگر از مسیر لندن تا استرالیا از اون استفاده کردن و در سفرنامه‌شون ذکر شده که مردم ایران مهمان نواز هستند. موضوعی که ما هم از لحظه ورود به این کشور اون رو دیدیم. ایران کشور زیبا و مدرنی هست. بخش های کوهستانی که هنوز برف دارن چشم نواز هستند و من ایران رو برخلاف ادعای رسانه های غربی امن دیدم. این دو زوج گردشگر معتقدن با تصاویر زیبایی که از ایران ثبت کردن وقتی که برگردن به کشورشون نظر مردمشون رو در مورد ایران تغییر میدن. چهره واقعی ایران از طریق تجربه سفر توریستا به ایران معرفی میشه، به طوری که خود جهانگردایی که در واقع دارن تو صفحات مجازی تو شبکه‌های اجتماعی از خاطرات سفرشون به ایران مطلب میذارن، محتوا تولید میکنن، اینه که میگن خیلی از مردم کشورهای دیگه از ما سوال میکنن که آنچه که ما در رسانه‌های غربی، رسانه‌های خارجی شنیدیم با اینچه که شما دارید الان روایت میکنید خیلی متفاوته. این زوج گردشگر قراره 12 روز در ایران باشن. در مدت حضورشون از شهرهای ماکو، تبریز، زنجان و تهران بازدید کردن. برچسب هایی که میبینید برچسب کلوب هایی که از سفر ما حمایت کردند و این برچسب هم از کانون اتومبیل رانی ایرانه و ما قرار است 16 کشور عبور کنیم تا برسیم به استرالیا. طبق گفته معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از ابتدای سال روند ورود گردشگران خارجی به ایران رو به افزایش بوده. در 12 ماهه سال 1402 6 میلیون و 380 هزار نفر گردشگر خارجی وارد کشور شدند و در فروردین ماه 1403 450 هزار نفر گردشگر خارجی وارد ایران شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30% رشد داشت. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.